شاگردان و خیر آمدین. تشکر، زنده باشین. آیا آماده هستین به درس جدید؟ خب درس گذشتهتون چی بود؟ نون. تی. به حرف نون میشه یک کلمه بگوین؟ نان. نان. نماز. آفرین. به حرف تی؟ به حرف تی؟ توت. آفرین. دیگه؟ توله. خب ما گفته بودیم حرف تی صدای چی رو میداد؟ تی. وقت تی رو تلفظ میکردین چی اتفاق میفتید؟ زبان به دندان ها میخورد، نه؟ دندان های بالا میخورد. حرف نونه وقت تلفظ میکردین چی اتفاق میفتاد؟ زبان به کام میخورد. به کام میخورد. خب تی کدام صدا رو میداد؟ تی. نون کدام صدا رو میداد؟ نه. این بود از درس گذشته. حالا میریم به طرف درس جدید ما که معرفی حرف کاف. معرفی حرف کاف. درست است؟ ببینین حرف کاف دو شکل داره. یک کاف نیمه، دیگه کاف پوره. درست است؟ حرف کاف دو شکل بود. حرف کاف نیمه و کاف پوره. در پهلوی ازی معرفی حرف یارم برتون میگم که یکی یای نیمه است و یکی هم یای پوره. در قسمت بالا برتون نصب کردیم. درست است؟ درس ما امروز که هست درس 11 است. موضوع درس ما ببینین برای ما چی گفته؟ من به مکتب رفتن نتوانستم زیرا. خب کی میتونه به من بگه که چرا به مکتب رفتن نتونستی؟ کارخانه زیاد بود؟ شما چرا به مکتب رفتن نتونستی؟ ما استاد چند وقت شکر بودیم مکتب رفتن نتونستی؟ خب ببینین جنجال ها، گرفتاری ها، مشکلات ها زیاد است. اکثریت به می دلیل است که از مکتب باز موندن و نتونستن که سواد خودان را ادامه بدن. درست است؟ مثلا عکسایی که کتاب بر ما بازگو کرده گفته که ببینین در این عکس ها عکسای بالا رو بر ما شما نشان داده و چند نفر در پایان در حال چرت زدن هستن. میبینن که چی اتفاق افتیده که اینا از درس پس موندن. درست است؟ مثلا شما یا گفته میتونه که این خانم چرت چی رو میزنه؟ مثلا اگر کار میکنه، اگر کار نمیکرد میتونست که چی کنه؟ باسواد شود، درس خود ادامه بده. و یا این خانم دیگه چرت چی رو میزنه؟ تفلداری. او چون تفلدار بوده نتونسته که درس خود ادامه بده. و یا فرض مثال این مرد در حال فکر کردن چی است؟ چوپان بوده، نه؟ چون چوپان بوده رمه داشته نتونسته که درس خود ادامه بده و سواد بیاموزه. درست است؟ این مرد چرت چی بوده؟ بوتار کفاش بوده، نه؟ چون که کفاش بوده بوته را رنگ میکده و جور میکده و این خاطر نتونسته که درس خود ادامه بده. درست است؟ ببینید در قسمت پایان بر ما شما گفتم من باید کار میکردم. جمله که امروز میخوانین من باید کار میکردم. درست است؟ ما شما دو حرف خوانده بودیم. اول یک اشاره آسمانی میکنیم، بعد اشاره زمینی و در حالت نوشتار برتون میگم. مثلا اول حرف کار. ببینید اول این حرفا بر شما اشاره آسمانی میکنم. متوجه شاین اول کاف نیمه. ببینین از بالا میان پایین یک خط راست و سرش یک خط دیگه میتین. درست است؟ این میشه کاف نیمه. کاف پوره رو ببینین به این شکل میتین و سرش یک حالت زبر میتین. درست است؟ به این شکل. این میشه حرف کاف. حرف یای نیمه از بالا میان پایین مثل بی نیمه میای، اما دو نقطه در قسمت پایین خود میخوره. یای پوره یک خط راست میتین و حالت گرد میکنین میان پایان. درست است؟ یک بار دیگه متوجه شین یای نیمه دو نقطه در پایان خود داره و یای پورم به این شکل برتون نوشته کردیم. شما هم این کار اجرا کنین و ببینم. کاف نیمه. آفرین. یارا نوشته کردیم. برای زمینی حرف که نیمه از این قسمت میان نوشته میکنین و در قسمت بالایش یک خط راست میمونین. و کافه پوره که هست به می شکل هست، اما قسمت آخرش کمه میرین بالا. یکی میشه کافه نیمه، یکی میشه کافه پوره. هر دوی صدای که میتن. و حرف یا یای نیمه و مانند به نیمه نوشته میشه. فرقش همیست که دو تا نقطه داره. یای پوره یک خط راست میتین و قسمت پایینش گرد میتن. بشه. همین حرفا رو در حالت نوشتاری ما بر شما نوشته میکنیم. ببینید کاف نیمه از بالا خط راست میان پایین، دوباره خط راست ادامه میتین و در سرش یک زبر میمونین. این میشه کاف نیمه. درست است؟ کاف پوره به می شکل است، اما قسمت آخرش کم میره بالا. این میشه کاف پوره. و یای نیمه. یای نیمه به شکل ب نیمه نوشته میشه. فرقش فقط همین است که دو نقطه در پایین خود داره.
و یای پوره که هست به این شکل است. خط راست و گردش میکنیم میایم به طرف پایین. این میشه یای پوره. درست است؟ حرف کاف زمانی که تلفظ میکنیم در صدا که صدا میکنیم. چی صدا میکنیم؟ که. و حرف یا بعضی اوقات یه تلفظ میشه و بعضی اوقات ای صدا میده. درست است؟ بعضی اوقات یه صدا میده، بعضی اوقات ای صدا میده. درست است؟ ببینین وقتی جمله رو که من بر شما سر تخته نوشته کردم شما متوجه بشه کجا صدا یه میده و کجا صدا ای میده. مثلا جمله‌ای که کتاب بر شما گفتم من باید ید. متوجه شدین؟ من باید کار می کردم. آخر جمله همیشه نقطه باید داشته باشه. درست است؟ ببینید در کلمه من چند حرف آمده؟ بگو. چند حرف آمده؟ دو حرف است. میگی میم امرای نون، اما وقت صدا کشی کنی میگی سه حرف است. چرا؟ به خاطر که حرکت امرای صدا کشی باید تکرار شه. میگی م ا ن. چند حرف میشه؟ یک بار شما بگوین. م ا ن. آفرین. کلمه باید. باید ببینین باید. باید چند بخش است؟ دو بخش است. حرفاش کی میتونه بگویه؟ بگوین. بله. یه اد. آفرین. ببینین در این قسمت که ما براتون حلقه میکنم یا صدای یه داده. درست است؟ یا صدای چی داده؟ صدای یه داده. درست است؟ باید. ببینین به آ یه اد. متوجه شدین؟ یا حرف چندم است؟ حرف سوم. آفرین. کلمه کار. ببینین کار. کار یک بخش است. صدا کشی میکنیم که آر. که آر. خب حرف که شما خوانده بودین حرف چندم است؟ حرف اول است. صدایش رو بگوین. که. آفرین. بعد از که کدام حرف اومده؟ آ. بعد از کدام حرف اومده؟ ر. آفرین. کلمه می کردم. کلمه می کردم. ببینید در این قسمت صدای ای داده. متوجه هستین؟ می کردم. می. درست شد؟ بعد از حرف میم ای آمده. م ای که ا ر د ا م. درست شد؟ کلمه کاف اینجا صدای که میته. درست است؟ صدای که میته. حرف چندم است؟ حرف سوم است. حرف چندم؟ حرف سوم. ببینید من یک دفعه براتون هجا میکنم، صدا کشی میکنم، شما دقیق باشین. می کردم. می کردم سه بخش است. درست است؟ در صدا کشی براتون میگم م ای. م ای. ایه که شما امروز خواندین حرف چندم اومده؟ حرف دوم اومده. که ا ر د ا م. چند حرف شد؟ هشت حرف شد. نه کلمه می کردم هشت حرف شد. حرف کاف حرف چندم اومده؟ حرف سوم اومده. آفرین. خب به ما حالا کی گفته میتونه کلمه باید حرف چند کلمه چندم است؟ کلمه دوم. کلمه دوم. آفرین. قبل از باید چی نوشته شده اینجا؟ من. آفرین. من چند حرف است؟ سه. سه حرف. آفرین. بعد از کلمه باید کدام حرف آمده؟ کار آمده. این کلمه را کی خونده میتونه؟ می کردم. آفرین. می کردم. چند بخش است؟ هشت. چند بخش است؟ سه بخش است. می کردم. سه بخش است. سه است؟ خب حرف ای در کدام قسمت آمده؟ حرف دوم. بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از میم آمده. آفرین. حرف که در کجا آمده؟ در سوم است. بعد از کدام حرف است؟ بعد از یاس که اینجا صدای چی داده؟ صدای ای داده. آفرین. شما کدام دو حرف امروز آشنا شدین؟ کاف یا. کاف گفتین صدای چی میده؟ که. صدای چی میده؟ که. یا گفتین صدای چی میده؟ بعضی اوقات صدای یه میده، بعضی اوقات صدای ای میده. درست است؟ خب در این جمله متوجه شدین؟ در کلمه باید صدای یه میداد و در کلمه می کردم صدای ای میداد. درست است؟ در کلمه کار که در اول آمده بود، کلمه می کردم که حرف سوم آمده بود. متوجه شدین؟ مکمل؟ یاد گرفتین درس امروزه؟ کسی هست که مشکل داشته باشه؟
موفق و پیروز باشین. کارخانگیتون اینمی جمله را در کتابچایتون نوشته میکنین و تلفظ این حرفا را 100% باید تکرار کنین. موفق باشین.